نزیرا. خانم‌ها و آقایان، بسیار متاسفم که به دلیل مشکلات ویزا نتوانستم در جمع شما حضور یابم. جنبش سبز ایران در یک سال گذشته با تمرکز بر هدف مرحله پس گرفتن رأی مردم ایران و در واقع به زیر آوردن دولت کودتایی مبتنی بر روش‌های مقاومت مدنی و مبارزات بی‌خشونت استراتژی چهارگانه زیرا در دستور قرار داد. یک، مشروعیت زدایی از حکومت در سطح داخلی و بین‌المللی. دو، تقویت همبستگی و مقاومت ملی. سه، فرسایش حکومت و ایجاد شکاف در آن. چهار، فلج‌سازی. جنبش به هدف اول تا حد زیادی دست یافته است. در جهت رسیدن به هدف‌های دوم و سوم قدم‌های مهمی برداشته و در حال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی شرایط برای هدف چهارم، یعنی فلج‌سازی است. استراتژیست های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم متقابلن استراتژی سگانه زیر را برای مقابله با جنبش در پیش گرفتن. یک، محدود کردن ارتباطات اینترنتی و اطلاع رسانی عمومی. دو، حمله به شبکه های اجتماعی و ضربه زدن سازماندهی غیر متمرکز جنبش. سه، ایجاد ترس و وحشت در جامعه. سنجش افکار نشان می‌دهد که بر اثر مبارزات یک سال گذشته و وحشیگری‌های حکومت، تمایل به سرنگون کردن رژیم از 64% به 79% افزایش یافته است. جنبش سبز در حال حاضر با سه چالش جدی روبروست. یک، بازسازی سازماندهی و تسهیل روش‌های رهبری جنبش. دو، توسعه ارتباطات و اطلاع رسانی. سه، رشد جغرافیایی و رشد در میان طبقات و گروه‌های اجتماعی گوناگون و رشد کیفی جنبش. مطمئنم که دوستان مبارز و فعالین جنبش سبز که در جلسه حضور دارند، شما را در جریان آخرین تحولات قرار می‌دهند و امیدوارم گرد همایی مهم شما دستاوردهای بزرگی برای کمک به حرکت آزادی خواهانه مردم ایران در بر داشته باشد. با تشکر فراوان از وقتی که در اختیارم قرار دادید، محسن سازگارا، 11 ژوئن 2010.